سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. میخونیم میبینیم که در اون پیریود تایم، در اون بره، تنها کسی که قوت قلب میداده به شاه، تنها کسی که به شاه جدا میگفته با مشت آهنین، حالا نه با اعتماد به نفس و با اتکا به نفس جلو بره و تصمیم بگیره، اردشیر زاهدی بوده. آقای اویسی 28 دسامبر در دفتر سالیوان حاضر میشه. سالیوان صحبت ها رو با اویسی میکنه. از اویسی میکنه چیکار بکنیم؟ اویسی میگه من هیچ جوابی ندارم. به نظر من تنها کاری که میشه کرد کشتن خمینی. اجازه بدید در ابتدای برنامه بار دیگه از لطف همگی شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. خوشحالم که این سری از برنامه‌های دهکده جهانی که همزمان با 39مین سالگرد انقلاب 57 ایران آغاز شدن مورد توجهتون قرار گرفت. بله، اسطوره یا واقعیت که عنوان این سری از برنامه هاست، از ناگفته های انقلاب ایران بر اساس مدارک محرمانه منتشر توسط دولت آمریکا میگوید و پشت پرده سیاست ها و رویدادهایی که بر سرنوشت من و شما و میلیون ها ایرانی در این سو و آن سو تأثیر گذار بوده. در برنامه امروز به 5مین قسمت از این سری میپردازیم. روزنامه پراودا و تاس اتحاد جماهیر شوروی شروع میکنن تبلیغات خیلی شدید کردن علیه آمریکا و ادعا میکنن که آمریکایی‌ها در فکر هستن که در ایران کودتا بکنن و ونس و سالیوان نگران هستن که این مسمومیت جوی که داره روسیه به شوروی به وجود میاره به ضرر آمریکا باشه. اون روز در 15 نوامبر کارتر میره مصاحبه ای میکنه با مویرز که یک خبرنگار معروفی بوده. در اون مصاحبه آدم اگر صادقانه بخواد بی‌طرفانه بگه، کارتر اونجور که باید و شاید از شاه حمایت نمیکنه. در اون مصاحبه با آقای مویرز که ما میدونیم شخص لیبرالی بوده و در اون جو که شوروی شروع کرده بوده تبلیغات زیاد کردن، آقای شاه کارتر اون صورتی که بریژینسکی به شاه قوت قلب داده بوده بهش قوت قلب نمیده و این باعث یه سری کدورت دوباره میشه در کاخ پادشاه. در همون عینیان ببینید، حالا میخوام یکم در مورد وضع شاه و واقعیت گیر کرده بوده. در اون موقع، در همون موقعیت که بودن، شاه تماس میگیره با سفارت و 19 نوامبر دوباره این در ویکی‌لیکس هستش. سالیوان وقتی میره پیش شاه یکم صحبت میکنن، یکم در مورد همین که چرا کارتر محکم صحبت نکرده صحبت میکنن و بعد شاه برمیگرده میگه ما تلفنی گرفتیم در کاخ و این تلفن ادعا کردش که از طرف آقای تد کندی، سناتور معروف آمریکاییه. بعد که رفتیم پای تلفن فهمیدیم که این پرانک کال تلفن ازیت. یعنی ببینید وضع پادشاهی که به اون قدرت بوده به جای رسیده بوده که در کاخش زندانی شده بوده، وضعش دوری بوده که مردم زنگ میزدن از این برون بر اذیت میکردن، ادعا میکردن ما کی هستیم و آپراتور میدار میفرستاده به شاه چون انقدر احتیاج به قوت قلب بوده. بله، در اون آدینسی که داره، در اون شرفیابی که داره، شاه دوباره برمیگرده به همون صحبتی که من نگران روسیه هستم، بسیار از اینکه روسیه شوروی میخواد از این موقعیت سوء استفاده بکنه نگران بوده و اینجا یه خورده حتی به سالیوان مثلا درس جغرافی هم میده در مورد اینکه خلیج فارس و اینکه روسیه دنبال چی هستش. در ملاقات بعدی که دارن 22 نوامبر، آقای سالیوان
gives 110% backing. 110% هم چیزی به از شاه حمایت میکنه و در ضمن به شاه در مورد اینکه با آقای زاهدی صحبت کرده و زاهدی هم به سالیوان دوباره تکرار کرده که شما باید به شاه بگین که حمایتش میکنیم و پشتش وای میستیم و اینجا یه مقدار سالیوان توصیه میکنه به شاه که شاید بهتره تو تلویزیون بیشتر ظاهر بشین، شاید بهتره سفر بکنین دور مملکت کنجی در فقط خودتون رو نشون بدین که هستین و سر کاری. بله. دو روز بعد وزیر تریجری، وزیر خزانه آمریکا میره ایران. شما ببینید در اون وضعی که بوده دولت کارتر هنوز انقدر اعتماد به شاه داشته و انقدر معتقد بودن که شاه هنوز مرد اول اوپکه، وزیر خزانه آمریکا میاد با شاه صحبت بکنه و در اون مکالمه که مذاکره‌ای که با شاه دارن همش در مورد نفت، در مورد اقتصاد، در مورد مسائل اونچنانیه که شاه تا سال پیش خیلی بهش علاقه داشته، ولی اون روز شاه هیچ علاقه‌ای به این بحثا دیگه از خودش نشون نمیده، یعنی کاملا تو خودش فرو رفته و کاملا دیگه اون شاهی که قبلا بوده به نظر نمیاد باشه. همون موقع شاه برمیگرده به سالیوان میگه که من شنیدم شما نگران روحیه من هستید و اینو شنیده بوده از اطراف، زاهدی بهش گفته بوده. سالیوان دوباره بهش قوت قلب میده، میگه نه ما نگران نیستیم ولی به نظر من مهم اینه که شما قوی باشین اینجا و بتونین از خودتون قدرت عمل نشون بدین و به نظر ما بهتره که اجازه بدین آقای اردشیر زاهدی برگرده ایران. و جدا توی این مدارک که میخونیم میبینیم که در اون پیریود تایم، در اون بره، تنها کسی که قوت قلب میداده به شاه، تنها کسی که به شاه جدا میگفته با مشت آهنین، حالا نه با اعتماد به نفس و با اتکا به نفس جلو بره و تصمیم بگیره، اردشیر زاهدی بوده. همه ایدیه که میومدن بهش نصیحتش میخواستن بکنن تا یه حدی، امینی هر کی دیگه میومده همین صحبت های همیشه بوده. بقیه هم که میومدن پیشش از همدیگه میگفت، مثلا تا قبل از اینکه آقای حبیدا زندانی بشه، آقای حبیدا وقتی میرفته پیششون ایرادایی که میگرفته همون ایرادایی بوده که به کارهای دولت میگرفتن، ولی زاهدی خیلی به نظر میمده که راه چاره جلوی شاه میذاشته، واقعا بینتر بوده. بله. در همین زمان هستش که یک هیئتی از آمریکا میره به ایران، هیئت بسیار بالا رتبه‌ای بوده، سناتور برد که تازه فوت کردن، میدونی سناتور برد از وست ویرجینیا، ویرجینیای غربی، یکی از سناتورهای قدر آمریکا بود، از شخصیت‌های مهم آمریکا بوده، با خودش هم دو نفر کنگرسمن میبرن، میرن با شاه دو تا ملاقات خصوصی دارن و بعد از یکی از این ملاقات‌ها که من حالا بخوام تاریخشو بدم 29 نوامبر 1978 سه تا ریپورت در این باره میدن، دو تا ریپورت در این مورد میاد، یکیش هستش که در مورد شرفیاب شدن سناتور صحبتایی که با هم کردنه، دومیش اینه که سناتور برد وقتی میره پیش شاه تقاضا میکنه که با شاه یه مدت به صورت شخصی صحبت بتونه بکنه، وان آن وان، یک به یک با هم صحبت بکنن. این اونطور که به نظر میاد در اون ملاقات سناتور برد دوباره خیلی خیلی از شاه حمایت میکنه. میدونی سناتور برد فکر کنم دامادش یا عروسش ایرانی هستن، خیلی از شاه حمایت میکنه، دوباره تکرار میکنه که دولت آمریکا پشت شاه ایستاده و ازش حمایت میکنه و وقتی هم از ایران ترک میکنن ایران رو میرن، فکر میکنم یکی از کشورهای دیگه، متأسفانه حضور ذهن ندارم، از اونجا هم تلکس شخصی میزنه برد به شاه که قوت قلبش بدن، نشون بدن ما پشتت هستیم، ما هنوز هستیم. سناتور دیگه‌ای که میره پیش شاه و بسیار از شاه حمایت میکنه سناتور لوگر والا ایندیانا که میدونی تا همین 7-8 سال پیش هم جزو سناتورهای بسیار پرنفوذ آمریکا بود، ایشون میره به همراه کانگرسمن استنتن و کانگرسمن هاید که آقای هاید هم تا سالها جزو کانگرسمن ها و وکلای مجلس پرنفوذ بود، اونا هم باز میرن و همون پیام ها رو میبرن پیش شاه. یکی دیگه از وزرای کارتر در همون ماه آبان و آذر سفر میکنه به ایران و همه همین پیام حمایت رو به شاه منتقل میکنن، ولی
واقعیت امر اینه که در واقعیت امر اینه که ایران شلوغی ها به هیچ صورتی کمتر نشده بوده، هر روزم بیشتر می شده و این تأثیر بسیار بدی روی شاه داشته، رو روحیه شاه داشته. به خصوص اعتصابات تقریبا فلج کرده بوده همه چیز رو. اعتصابات فلج کرده بوده، رادیو تلویزیون کار نمی کرده و همین خیابون ها، همین برنامه هایی که در خیابون جریان داشته، خب خیلی روحیه شاه رو از دست داده بوده. بله. و اونجاست که شاه شروع میکنه به فکر این میفته که تصمیم بگیرن وقت دیگه سر کار بیان، یعنی تصمیم میگیرن که به نوعی از آمریکا و سالیبان میخواهن که به نوعی از کمپ خمینی خبر بیارن و باشون مذاکره کنن، ببینن که به قول معروف مزه دهنشون چی هست، چه میخوان بکنن. کاری که میکنن اون موقع است که شروع میکنن در فکر دولت نظامی بودن. یکی از صحبتایی که من شنیدم میشه اینه که پادشاه تصمیم داشته ارتش بود از اوویسی، تیمسار اوویسی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه و تیمسار اوویسی شخص قدری بوده، شخص محکمی بوده که اگه میمده سر کار خیلی بهتر بوده و سفرهای آمریکا و انگلیس نذاشتن. حداقل بر اساس تمام مدارکی که ما دیدیم در اون شرفیابی که داشتن، در اون ملاقاتی که داشتن با شاه، پارسونز و سالیوان به هیچ وجه صحبت از اوویسی نبوده، اصلا صحبت از اظهاری بوده. اینا هیچ مخالفتی با حکومت اظهاری نمی کنن، به هیچ صورتی مخالفت نمی کنن که اظهاری بیاد سر کار. و شاه که اونجا تصمیم میگیره، اینجوری که سالیوان میگه، پادشاه تلفن رو بر میداره، بعدن زنگ میزنه به ملکه و میگه من تصمیم گرفتم که دولت اظهاری رو انتخاب کنم، دولت ارتشی، دولت نظامی. و اینجوری که سالیوان برداشت میکنه، ملکه مثل که خوشحال نبوده از این تصمیم، دلشون میخواستن که دولت سیویل دوباره انتخاب میشده. بله، سلطلبانه. این یکی از اون مسائلیه که الان متاسفانه خیلی‌ها میان ادعای دیگه میکنن، مدارک چیز دیگه نشون میده. بله. دولت اظهاری که میاد سر کار، اظهاری و سالیوان با هم ملاقات‌های زیادی دارن. تو این ملاقات‌ها رابطه‌شون بسیار با هم خوب بوده. اظهاری وقتی اینا رو می‌خونه، آدم می‌بینه که جداً تیمسار اظهاری به نظر میاد شخص بسیار فرهیخته‌ای بوده، خیلی ادوکیتد بوده، خیلی قابلیت داشته، ولی شاید او واسه اون روزها هیچ کس آمادگی نداشته که بخواد تصمیم گیری کنه. ولی شخص محکمی به نظر میاد شاید نبوده به اندازه کافی که بتونه سیاستی رو که دولت نظامی باید پیاده کنه اجرا کنه. ولی مشکل وقتی بیشتر این مدارک رو میخونیم، میبینیم که مشکل از آقای اظهاری نبوده، مشکل از این بوده که پادشاه حاضر نبوده که در زمانی که خودشون در ایران هستن و امور حکومتی در دستشونه، خونریزی به اون صورت اتفاق بیفته. و دوباری هم که صحبت میکنن با سالیوان در مورد اون آپشن سرکوب نظامی، شاه خیلی مشخصا میگه که اگه همچین تصمیمی گرفته بشه، من نمیتونم تصمیم گیر باشم، من به عنوان پادشاه مشروطه باید دستام تمیز باشه از خونریزی مردم. و سالیوان اونو برداشت میکنه که منظور شاه این بوده که این عمل رو باید دستهای دیگه ای انجام بدن که این دستها تمیز بمونه. به هر حال بله، برداشتی که داشتن این هستش که احتمالاً نشون میخواستن که یه قدرت قهریه به کار برده بشه، منتها خود شاه ایران نمیخواسته در این مسئله اینوالو باشه و دستی داشته باشه. دقیقاً. و سی نوامبر 1978 یعنی میشه 9 آذر، بله. کارتر یک پرس ریلیس میده بیرون، یک کنفرانس مطبوعاتی، اعلامیه مطبوعاتی، من نمیدونم اسمش دقیقا چی میشه، و خیلی شدید حمایت میکنه از دولت ایران و از پادشاه. و همون موقع که شما مدارک رو میخونیم، میبینیم که وزیر انرژی انگلیس و وزیر انرژی آمریکا در که اسمش بوده شلسینجر، که قبلا هم وزیر نیکسون بوده، شاه رو خوب میشناخته، با هم دارن صحبت میکنن در مورد ایران
و هر دوشون دیدن گیجن، هر دوشون نمیدونن که وضع ایران چی خواهد شد، نگران وضع نفت هستن، نگران این هستن که اگه شاخ بره اوضاع نفتی چی میشه، ما باید رو کی حساب بکنیم. و در همون روزها جالبیش اینه که در حالی که همچین وضعی داره به وجود میاد، انقلابی داره پخته میشه، برای که ببینیم چقدر آقای کارتر آشنایی داشته با وضع، بله. کارتر نامه ای میده که این نامه هم به شاه ایران میره هم به پادشاه عربستان میره، و این نامه مضمونش این بوده که ما داریم به سال 1979 میلادی نزدیک میشیم، وضع اقتصادی دنیای غرب خوب نیستش، امیدواریم که اوپک در بالا بردن قیمت تصمیمی نگیره. یعنی شما فقط توجه بکنید که شاه افتاده توی موقعیتی که اصلا حواسش به هیچی نیست، چه برسه اینکه وضع قیمت نفت چی باشه. کارتر هنوز داره روش حساب میکنه به عنوان عقاب اوپک، بله. و کسی که امکان داره بخواد فشار بذاره روش. منظورم اینه که بینندگان شما یکم بهتر درک بکنن که وضع سیاسی جو اون دوره چطور بوده. اون تاریخ اون تلکس بوده 9 دسامبر که از طرف آقای کارتر میره بیرون. ما تا اواسط دسامبر رسیدیم. از اواسط دسامبر تا وقوع 22 بهمن، انقلاب 22 بهمن، دیگر مدارکی که حائز اهمیت هستن چی هستن آقای فخیمی؟ ببینید اتفاقی که میفته، دولت اظهاری سر کار بوده، ولی دولت اظهاری هم نمیتونه به اون صورتی که انتظار داشتن مصدر ثمر واقع بشه. بنابراین همون موقع است که صحبت‌های مختلف شروع میشه، با صحبت آقای دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر بختیار، و دولت ائتلافی یه جوری تشکیل داده بشه. در این آقای اردشیر زاهدی برمیگرده ایران، و اردشیر زاهدی وقتی برمیگرده ایران با این نظر رفته بوده که قوت قلبی باشه واسه شاه و بتونه روحیه شاه رو بهتر بکنه، تصمیم بگیره. ولی شاه توی یکی از ملاقاتاش با سالیوان میگه که دوران 53 نیست، دوران مصدق کودتا نیستش. زاهدی هنوز فکر میکنه اون دورانه، و من ترجیح میدم اینجا نباشه، چون اگه اینجا باشه هی میخواد به من فشار بیاره که تسلیم بگیرم. و تو یکی از این ملاقات ها که خیلی ملاقات مهمیه، 22 دسامبر 78، آقای سالیوان میرسه به سفارت. به سفارت که میرسه، اردشیر زاهدی داشته از در میرفته بیرون، و اردشیر زاهدی مشخصا نشون میده که علاقه چندانی به این آلترناتیو آقای صدیقی نداره، اعتقادی بهش نداره، فکر نمی کنه که کارگر واقع بشه، و ولی به هر حال پشت شاه حاضر بیسته. شاه اونجا به سالیوان میگه که من در فکرم که دولت ائتلافی بیارم سر کار. دولت ائتلافی که میخوام بیارم دولت آقای صدیقی فکر کنم. این چه تاریخی هست آقای فخیمی؟ 22 دسامبر 78، که یعنی میشه اول دی 57. دی، بله. در اون هر صحبتی که پادشاه میکنه اینجا خیلی مهمه. اونجا صحبت میکنه و خود شاه میگه که ولی من فکر نمیکنم که دولت صدیقی موفق بشه. اگه دولت صدیقی موفق نشه، کاری که انجام باید بشه، شاه میگه من باید برم یه وکیشن، باید برم یک تحصیلاتی که بهش احتیاج دارم، ولی من خارج از کشور نخواهم بود. I will be visiting with my navy. من میرم به نیروی دریاییم سر میزنم، که آقای سالیوان میگه I read this to mean aboard the imperial yacht which is based out of Bandar Abbas. میگه آقای سالیوان میگه فکر کنم منظور پادشاه این بودش که میره روی کشتی شخصی سلطنتی، منظورشون این بوده. و شاه اونجا اعلام میکنه که اگه قرار اتفاقی بیفته، بله. آیرون فیست، مشت آهنین، قرار اونجا پایین بیاد، بله. این طرف ارتش خواهد بود و ایشون دستی نداره، ایشون روی کشتی خودشون هستن. دو روز بعد 26 دسامبر که دوباره با هم دیگه ملاقات دارن، شاه به سالیوان از شاه میپرسه چی شد، تصمیم چه گرفت. شاه میگه ما در فکریم و شاید 6 هفته دیگه دولت عوض شه. این خیلی مهمه خانم افریدا. سالیوان اونجا محکم، تاریخ این هست 26 دسامبر 78، یعنی میشه 5 دی،
سالیوان میگه که at this point I told the Shah he was badly informed if he thought he had 6 weeks in which matters could drift. میگه به شاه گفتم کاملا اشتباه میکنه اگه فکر میکنه 6 هفته وقت داره. دقیقا منظورش این بوده که تصمیم باید سریع گرفته بشه. و اونجا دوباره به شاه هم تکرار میکنه که اون برنامه‌ای که میخواین که بخواین روی نیوی خودتون یا کشتیتون به نظر نمیاد برنامه دقیقی باشه. و شاه میگه که به نظر میاد که سلیقی تنها آپشن من خواهد بود. و اینجا شاه میگه که شاه said صدیقی seemed to be his only hope for a middle option. شاه میگه که به نظر میاد تنها راه وسط صدیقی خواهد بود. If this hope evaporated, میگه اگه این امیدم از بین بره, he was left with only two options. فقط تو راه حل داره. دو تا راه حل باقی مونده. بله. یا اینکه خودشو تسلیم بکنه یا اینکه use the iron fist یا مشت آهنین رو استفاده بکنه. میگه که خیلی مهمه. سالیوان میگه I said Washington was very concerned with Shah's proposal to leave Tehran and turn Iron Fist over to military. میگه ما به شاه گفتیم ما نگران که شما از ایران برید و بخواید این کار سرکوب رو به کل بدین دست ارتش. It was felt his departure would convey the wrong signal to everyone. ما فکر میکردیم ما بهش گفتیم که شما اگه برین امکان داره که این سیگنال یا پیامی بفرسته که مردم جور دیگه برداشت بکنن. And he could not preside over a blood. He repeated. شاه جواب میده. His earlier argument. میگه که دوباره تکرار کردش که به عنوان پادشاه من نمیتونم preside over a bloodbath among my own people. من نمیتونم کسی باشم که باعث خونریزی مردم شه. اونجا ازش میپرسه سالیوان که چه کسی فکر میکنین گول خواهد خورد که اگه شما روی کشتی خودتون باشین ولی خون ریزی اینجا ادامه پیدا کنه. هنوز به اسم شما نوشته میشه. Most definitely no foreigners would be deceived. یعنی مسلمان میگه که شما این فکر نکنید که شما اگه خودتون رفتین مثلا در بندر عباس هستین و کشتار بشه به پای شما نمینویسن. به حساب به پای شما خواهند نوشتید. تصمیم محکم رو باید شما خودتون بگیرید. و دوباره شاه اینجا تصمیم نمیتونه بگیره و صحبت از این میکنن که چه باید کرد. شاه میپرسه از صفحه 3 همون تلکس. شاه asked what the United States wanted him to do. ازش شاه از سالیوان میپرسه آمریکا میخواد من چیکار کنم. بله این جمله بسیار مهمیه. From A above. میگه که من دوباره بهش گفتم که هر تصمیمی که بگیره ما که دولت قانونی داشته باشه ما ازش حمایت میگه که پرسید whether I was advising him to use the iron fist. پرسیده از سالیوان که از شما میگین من به مشت آهنین رجوع کنم حتی اگه اون امکان داره که به خونریزی شدید منتهی بشه. سالیوان جواب میده I said if he was trying to get the United States to take the responsibility for actions, I doubt I would ever get such an instruction from Washington. سالیوان به شاه میگه که شما اگه منتظر هستید که ایالات متحده آمریکا بیاد تصمیم برای شما بگیره و مسئول خونریزی بشه من فکر نمی کنم که واشنگتن این تصمیم رو بگیره. شما هستید که باید تصمیم بگیرید. My only advice at this time was that he did not have 6 weeks. میگه من تنها توصیه‌ام بهش این بود که شما 6 هفته وقت ندارید. بله. بعد از این جریانات اتفاق میفته که تصمیم آقای صدیقی تصمیم میگیره که قبول نکنه نخست وزیر رو. نخست وزیری به دکتر بختیار میرسه. دکتر بختیار هم اینجا ما یه پرانتز باید باز کنیم چندین ملاقات با سالیوان داشته قبل از اون و در ملاقات هایی که با سالیوان داشته سالیوان بسیار از بختیار خوشش اومده، رابطهشون بسیار خوب بوده با هم و دکتر بختیار هم شما بفهمید نفهمید در صحبت هاش با سالیوان صحبت از این میگرده که شاه بره دیگه بر نگرده و حتی صحبت از این قانون اساسی به ما اجازه رفراندوم و تغییر رژیم میده. بله. این صحبت هم دوباره صحبت هایی که دوستانی که مدارک رو پخش میکنن و صحبت میکنن هیچ اصلا بهش اجازه نمیخوان بکنن. این خیلی مهمه چون وقتی این به گوش عمرای ارتش میرسه در تصمیم شورای عالی ارتش که اعلام بی‌طرفی بکنن تاثیر میذاره. بله. تفاوت خاتم خودشون در اون جلسه گفتن که آقای بختیار میخواد رژیم رو تغییر بده، آقای بازرگان هم میخواد رژیم رو تغییر بده. آقای بازرگان میلیون ها نفر طرفدار داره، آقای بختیار کسی رو نداره. ارتش این وسط کدومو باید بگیره؟ حالا از اون میگذریم.
اون خودش داستان دیگه جداییه. بله. به هر حال وارد 24 دسامبر تلکسی از طرف سالیوان میره به آمریکا که ملاقات هایی که با ارتشیان دارن، یکی از ارتشی هایی که خیلی سراغ سالیوان میرفته تیمسار بخشیازر بوده که بیچاره بعدن اعدام هم شد، البته فوری اعدام نشد، ایشون آزاد کردن، یه مدتی بود بعد دولت جمهوری اسلامی ایشون رو اعدام کرد. در ملاقات هایی که با ارتشیا داشتن میگه که ارتشیا به نظر میاد که دارن تحملشون رو از دست میدن. ماهاست که سربازا خیابون هستن، این سربازا که تو خیابون هستن زیر فشار هستن، فشار روحی هستن، نمیشه به این صورت کاری کرد. آقای اویسی 28 دسامبر در دفتر سالیوان حاضر میشه. سالیوان این صحبت‌ها رو به اویسی میکنه. از اویسی میکنه چیکار بکنیم؟ اویسی میگه من هیچ جوابی ندارم. به نظر من تنها کاری که میشه کرد کشتن خمینی. بله. این راه حل تنها راه حلی بود که میذارن جلوشون. در 31 دسامبر دولت آمریکا تماس میگیره با شاه، ببخشید با شاه، بله، و اینفورمش میکنن که ما تصمیم گرفتیم با سنجابی تماس بگیریم. اینو به شاه اطلاع میدن، چون از در اون موقع سنجابی دیگه به عنوان چهره اپوزیسیون شناخته میشده. من هیچ جا نمیبینم توی این مدارک که صحبت از این باشه که در مورد تماس با بختیارم این خبر رو به شاه دادن یا نه. به هر حال تماس هایی از طرف سفارت گرفته میشه با آقای شریعت مداری. در همون موقع دولت بختیار معرفی میشه. یکی از این مدارک که بسیار مهمه و دوباره من میخوام اینجا تکرار کنم، من نمیدونم چطوره که دوستانی که این مدارک رو میخونن و این مدارک رو اومدن پخش میکنن و در موردش صحبت میکنن، بی بی سی این طرف و اون طرف، چطوره که واسه خودشون گلچین میکنن بعضی از مدارک رو، انگار اصلا نظر ندارن که تاریخ به طور شفاف در اختیار همه قرار بگیره. حضر میاد ایران، همون جوری که میدونید فوری سراغ شاه نمیره، میره با ارتشیان ملاقات میکنه و کانال تماس خودش رو با جمهور برقرار میکنه. آقای حضر ملاقاتی میکنن در 11 ژانویه 1979 بعد از دولت بختیار سر کار اومده، نوشته که during خب امیدوارم که از بخش پنجم سری اسطوره یا واقعیت و ناگفته های انقلاب خوشتون اومده باشه. در هفته بعدی به ادامه این سری خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همینطور با تشکر از گروه همکاران در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.